چې اوس زه بیګا په کور کې وم، په خپل کوټه کې ناستم، سه وخت کې وتلم بیرون، سه پیرو غږ مې واورېد، خیز مې سکړه. هغه ماشومان ما ته ویل تاسو سره چې نسته نه سلاسه چیرته مې ضربې زیاتې سولې، ضربې زیاتې سولې، ډېر خل راغلي وو، شاوخوا یې محاصره کړې وه، معلومات نه وو، نور کومه چاره نشته. وخت له دیوال نه زمې خیز کړ، خل سلای ته واخیستله. قندو قمندان انډیوال جادي ما بود، یک قمندان برجسته جادی سابقه بود، ولی متاسفانه امشب به توسط مسئله ناشناخت بیرحمانه کشته شده که به توسط سلاح چیزشان کلاشین کوپ و پیکاو و راکیتو این رقمی گرد خانه شانه محاصره کرده بود و بعدا تما خبر شدیم میره شهید کردن و فرار کردن. من خرفتن و این بار اول نیستند. ما در 3 کیلومتری مرکز شهر ایبک قرار داریم، روزانه امنیت نداریم، شب خو بسیار گپی دور هستند. روزانه ساعت 3 بجه مردم ما از شهر به قریه رفتن نمیتونن. مردم ما چندین بار به کام مرگ کشیدن، پول و مال و چیاش به غارت بردن و حتی حالی گپ به این رسیده که شب می قتلای مرموزی و قتلای همدی در منطقه ما صورت میگیره. خیلی ممنونیم از مشارکت شما. حمایت شما باعث شده تا هزاران تن در صفحات فیسبوک، تویتر و یوتیوب گزارشات و خبرهای موثق ولایت سمنگان و افغانستان را از سیمای صلح دنبال نمایند. تشکر از مشارکت شما. سیمای صلح، صدای جدید. مخاطبین عزیز، برای حمایت بیشتر از فعالیت‌های رسانه‌ای کانال یوتیوب سیمای صلح را سابسکرایب و صفحات فیسبوک را پسند نمایید. فقط با یک کلیک از تمام رویدادهای سمنگان و افغانستان آگاه شوید.